سلام، مهدی خدابخش هستم از گروه آموزشی مهندس تبریزاده. تو این آموزش میخوام که ساخت پنجره گرد رو بهتون بگم. حتما با این قضیه مشکلاتی رو داشتیم که یه پنجره گرد رو چطوری بتونیم روی سطحی که خب قبلا روش کاری انجام شده ایجاد بکنیم، نه صرفا روی سطح ساده. خب روی سطح ساده روش هایی مثل پروبلین یا شیپ مرج رو داریم که میدونین روش هات نه توی تمام مورد ها بعد از برگشت به ادیت کلی مشکلاتی روی تقسیمات و نقاط اضافی که ایجاد میکنن رو به وجود میارن. توی روشی که من میخوام بهتون بگم قراره با خود صفحه ها و ادیت کلی و قوانینی که بر صفحه ها حاکم هست این پنجره رو ایجاد بکنیم. خب من یک قسمت رو تقسیم کردم و میخوام پنجره دایره مو توی این قسمت ایجاد بکنم. اول توی قسمت شیپس یک سیرکل به صورت اوتوگرید که بتونیم روی سطح مورد نظرمون رو داشته باشیم رسم میکنم. سپس برای نرم تر بودن در واقع لبه های اون میتونیم توی تنظیماتش توی قسمت اینترپولیشن تعداد در واقع استپسش رو بیشتر بکنیم تا لبه های نرمی رو داشته باشیم. خب همونطور که میبینید دایره که کشیدیم کامل روی اون سطح مورد نظرمون نشسته. خب سطح رو انتخاب میکنم، توی ادیت پولی صفحه‌ای که دایره روش کشیده شده رو پاک میکنم. توی مرحله بعد شما باید با اتچ کردن دایره به ادیت پولیتون یک صفحه گرد ایجاد بکنید و تنها چیزی که میمونه این که چطوری فضای بین در واقع اون حفره و اون دایره رو پر بکنیم. میدونید که با کپ این امکان نیستش چون در واقع کپ از یک نقطه شروع میشه، مسیر رو طی میکنه و دوباره به همون نقطه میرسه و مسیر رو برای شما میبنده. خب وقتی مسیر بسته بشه کاملا روی دایرهتون گرفته میشه. پس ما باید یه ارتباطی بین حفره و دایرهمون ایجاد بکنیم. برای این کار یک اج از دایره و یک اج از حفره رو انتخاب میکنم و با بریج کردن اون ارتباط و اون پل رو ایجاد میکنم. حالا میتونیم بقیه قسمت های پنجره رو بگیریم و با کپ کردن اون رو بپوشیم. حالا شما یک پنجره گرد دارید که با اکسترود و این ست هایی که میتونید بکنید راحت پنجره مورد نظرتون رو با بهترین شکل به وجود میارید. میبینید که تمام سگمنت هایی که ایجاد میشه به صورت منظم کنار خودشون نشستن و شما تعیین کردید که چه خطوطی رو ایجاد بکنید و به کجا وصل بکنید. خب این روش تنها برای پنجره گرد استفاده نمیشه، شما میتونید هر پنجری به هر شکلی که خواستین رو به این روش ایجاد بکنید. البته من این روش رو برای پنجره مستطیلی که با چند تا کانکت به راحتی ایجاد میشن توصیه نمیکنم. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو برده باشین. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.